جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت دانسته است. بخش از این گزارش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد که میزان مشارکت در آن 48 ممیز 8 درصد عنوان شد و حدود 13 درصد نیز باطله بود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی آرای باطل در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پس از آرای ابراهیم رئیسی رتبه دوم را داشته است. با این حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفت تیر ماه با اشاره به درصد بسیار بالای آرای باطل در انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران اینگونه اظهار نظر کرد که آرای باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام نیست بلکه عکس قضیه صادق است گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش رئیسی در کشتار 67 شد رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات گفت تلاش هایی انجام می نامه می نویسند در فضای مجازی حرف میزنند که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده ای ندارد این تلاش بیهوده است. تحلیلگرانی که چشمشان به این انتخابات بود، آنها میفهمند چه اتفاقی افتاد. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل به تایید صلاحیت تنها 7 نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت 583 نفر اشاره کرده و گفته است در میان افراد تایید صلاحیت شده ی ابراهیم رئیسی برنده ای انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی قرار دارد که در زمان ریاست وی بر وی قضایی موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده است. از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالین مدنی. این گزارش به ادامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشری بازداشت های خودسرانه، سرکوب گسترده اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته است خانواده قربانیان این حوادث مورد تهدید قرار گرفتند. رحمان در گزارش خود همچنین علاوه بر بازداشت خودسرانه ی فعالین مدنی ایران به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی اشاره کرده و نسبت به شرایط احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد تحواز، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی اظهار نگرانی کرده است. جاوید رحمان از تابستان سه سال قبل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. از آن زمان مأموریت رحمان به طور سالانه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمدید شده است. برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد برای پاکسازی سینما و موسیقی و ادبیات ناخودآگاه آدم را به یاد طالبان و تلاش آنها برای احیای حکومت سرکوبگرانهشان در بیست و چند سال پیش میاندازد البته این رویکرد فقط مختص اسماعیلی وزیر آتی ارشاد نیست در واقع مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی در دور جدید حیاتش خیلی دلش میخواهد که دوران دهه شست شمسی را احیا کند و هر صدای مخالف و متفاوتی را در سطح جامعه خاموش و اقتدار خیش را افزونتر از پیش کند طالب ها امروز هم البته بد دلتنگ برپایی حکومتی شبیه حکومت وحشت ملامر در دهه 90 میلادی است. اما اعتقاد دارم که وحشت عمومی را تنها زمانی میتوان برقرار کرد که تا حد زیادی شور و شوق عمومی برای این کار در سطح جامعه موجود باشد بدون وجود بستر و زمینه مناسب اجتماعی برقراری چنین حکومتی اساسا ناممکن است طالبان در عواسط دهه 90 میلادی موفق شد حکومت وحشت خود را برقرار کند زیرا در آن زمان بخش بزرگی از مردم افغانستان مستعد و پذیرای چنین روی کردی بودند. جمهوری اسلامی خودمان هم در دهه شست شمسی بیش و کم جامعه را در اختیار داشت که چون روی و خشونت را پذیرا بود. جنگ و انقلاب بنا به ذات و ماهیت خیش نسلی را به عرصه رسانده بود که خشونت و خونریزی را امر مضموم تلقی نمیکرد از سوی دیگر حکومتی داشتیم جوان و پرزور موقعی که ایدئولوژی تازه به قدرت رسیده باشد و هنوز برق و جلای خود را از دست نداده باشد بهترین زمان برای مستولی شدن چنین حکومتی است اما ایدئولوژی به مرور زمان دچار فرسایش می شود و زور خود را از دست می دهد و در نتیجه حکومت هم سرنوشت مشابهی پیدا می کند. هرچه ایدئولوژی پیرتر باشد توان سرکوبگری حکومت کمتر می شود. وجود اشکال متنوع مقاومت در سطح جامعه نیز مزید بر علت است تا حکومت ایدئولوژیک نتواند کار خود را به سهولت پیش ببرد مردمی که به هر دلیلی آگاه و متحول شدند حالا یا به دلیل تجربه زندگی در زیل حکومتی یک کسالار یا به دلیل دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات یا به دلیل باز شدن از عمومی به روی دیگری از زندگی و تفکر عملا هیچ شور و شوقی برای پذیرش حکومتی سرکوبگر و دهشت ندارند و طالبان جدید به همین دلیل قادر به باز تولید همتای ده نودی خیش نیست و به همین دلیل وزیر پیشنهادی ارشاد جمهوری اسلامی و دیگر همتایانش هرگز قادر به بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب نیستند. محمد هاشمی میگوید همه اصولگراهان در کابینه رئیسی نیستند چه برسد به اصلاح طلبان. دولت احمدی نژاد با شایست سالاری فاصله زیادی داشت. حالا چه اتفاقی رخ داده؟ عضو پیشین مجمع تشخیص مسلحت نظام در مورد وزرای پیشنهادی رئیسی میگوید کمتر کسی این افراد را میشناسند حتی یکی از نمایندگان مجلس که سخنگوی یکی از کمیسیون ها بود گفته بود حتی ما نام برخی از وزرایی که رئیسی به مجلس معرفی کردند را هم نمیدانیم وعده ها و حرف هایی که در زمان انتخابات و حتی بعد از رأی آوردن در مراسم تنفیذ و تعریف مطرح شده هیچ کدام از آنها واقعیت ندارد و خلاف آن اظهارات مطرح شده است اعتراف به فساد افسار گسیخته در کشور قانونی شده است. حسین راغفر اقتصاددان میگوید بسیاری از مقامات دولت های نهم تا کنون و فرزندانشان متهمان اصلی تخریب اقتصاد کشور هستند. دستشان آلوده به فساد است و منابع بسیار بزرگی از کشور را به جیب شخصی یا خارج از کشور منتقل کردند. دستگاه غذا باید آنها را محاکمه کند چرا که مبارزه با فساد شوخی نیست. اموال بسیاری از بدهکاران بزرگ بانکی در داخل کشور باید مصادره و از آنها تعهد گرفته شود که اگر بخواهند به خرابکاری اقتصادی ادامه بدهند محکومیت های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید تند و تندرست